دوستای نازنین سلام، وقت هم شما به خیر. آرزوی سعادتمندی به همه شما دارم. هر جای که هستین خوش آرام صحت سر حال باشین. امروز در این برنامه میخوایم که روی یک موضوعی صحبت بکنم که با برنامه قبلی ما متفاوت است، یعنی کم تفاوت داره. امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین و همچنان نظریات و انتقاد و پیشنهادی که دارین در پایین همین ویدیو از طریق کامنت بر من نوشته بکنین و ارسال بکنین. خب عزیزا، قسمی که تمام شما آگاهی داریم که متاسفانه کابل افغانستان در مجموع و کابل بخصوص در این اواخر شاهد یا گواه انفجار و انتحار هستند. اما جای خوشی یا خوشبختی ای است که انتحاری کم شده و کمتر شده رفته و تا جای حتی گفته میتونیم که از بین رفته. اما متاسفانه که به جای انتحاری ماینای چسبکی یا ترورهای هدفمند جاگزین شده که یعنی مردم کابل پایتخت نشینا را به ترس و وحشت انداختن. یعنی هر کسی که زمان از خانه خود بیرون میشه تا به طرف دفتر میره یا به طرف بازار میرن، اینا تا زمانی که دوباره به خانه میرسن، فامیلای از اینا، اولاد، دختر، مادر، هر کسی که هستن، اینا به تشویش هستن که آیا امروز اینا دوباره به خانه پس میان یا نمیان. یا زمانی که اینا از خانه حرکت میکنن طبعا با یک خداحافظی حرکت میکنن و امید ندارن که دوباره به کابل به خانه بر بگردن. اما جالب اینجاست که کسایی در اواخر مورد حمله قرار میگیره که اونا در رتبه های بلند دولتی هستن و کسایی هستن که مسئول تامین امنیت شهروندا هستن. یعنی گپ جالب اینجاست، یعنی زمانی که ما میبینیم اگر یک پلیس عادی، زمانی که ما میبینیم اگر یک فرد ملکی که در موترش مثلا ماین جاسازی میشه، هدف ماین چسبکی قرار میگیره، یا پلیس ترور میشه، یا آدم سرشناسگی که اصلا یعنی ترور میشه، خب ما در اینجا میگیم خب طبعا اینا پیاده هستن یا امکانات ندارن یا وسایتشان که هستن وسایت زیرهی نیستن که اینا هدف قرار میگیرن و متاسفانه که به شهادت میرسن. اما کسایی در اواخر هدف قرار میگیرن که اینا موتر زیرهی دارن، امکانات دولتی دارن، با آن هم اینا شکار این ماین ها میشن. اما چرا این کار صورت میگیره؟ که ما در این برنامه میخواییم دوستا چند دلیل روش صحبت بکنم. امیدوارستم که شما هم نظریات تر بتین که با من تا چی اندازه موافق هستیم. خب شما شاهد هستین که موترهای شخصی زمانی که هدف ماین مغناطیسی قرار می گرفت، بعض گپای بیرون شد که یعنی یک تعداد کسایی که موترشان به گراژ می بردن یا به مستری خانه می بردن در اوج ماین جاسازی می شد و یک تعداد دیگه هم مثلا می گفتن زمانی که بیا مثلا مستری خانه بود، موترشویی بود یا تانکای تیلی که بود در اوج اینا توقف می کرد به خاطر تیلگیری، خب دموج جاسازی می شد و بالاخره اینا به هدف یا شکار همین ماین مغناطیسی می شد. اما سوال اینجا از کسا یا دولت مردایی که کسایی که در مثل پیشتر گفتم به خاطر تامین امنیت هموطنهای ما همیشه ایفای وظیفه می کنن، اونا چطور هدف این ماین قرار می گیرن؟ اونا زمانی که اگر تیلگیری میکنن، تیلگیریشان جا یا محل مشخص دولتی دارن. اونا اگر زمانی که موترشان دچار عوارض تکنیکی میشن، مستری خانه یا ورکشاپ های دولتی هستن که اونا ترمیم میکنن. و اونا زمانی که از دفترشان تا یک جایی را میرن، به هر به وظیفه میرن یا با کسی دیدار دارن، نشست و برخاست که دارن، خب زمانی که اینا از محل که حرکت میکنن تا جایی که میرسن، اینا حداقل توقف هم نمیکنن. یعنی جاده ها بر روی از اینا باز هستن. و از جایی که حرکت هم میکنن مسئول است و به جایی که اینا میرن قرار و وعده و ملاقاتی که دارن در اونجا مسئول هستن. پس اینا چطور هدفی ما اینا قرار میگیرن؟ خاصتا دوستای نازنین که دین روز حادثه یک صورت گرفت که هدف ماین قرار گرفت. عامر صاحب حوزه پنجم امنیتی پلیس بود که یک جوان برجسته، یک جوان فعال، آقای کوچه، هدف ماین قرار گرفت. البته تمام عزیزایی که ما در این حادثه ها در این رقم در مجموع چی ماین چسبکی باشه چی انتحاری باشه ما از دست میدیم، طبعا ما جگرخون میشیم. اما زمانی که یک عامر حوزه وقتی که هدف این رقم یک ماین قرار میگیره، یعنی چی دلیل داشته میتونه که ما امروز میخوایم بر شما دوستای نازنین مشخص بکنم.
خب اولی که مثل پیشتر هم گفتم که یعنی ما ایره با افراد ملکی مجزا میکنیم، به دلیل از اینکه اونا اگر توقف میکنن کسی مثلا متوجه موتر از اونا نیست، اگر اونا به مستری خانه میرن در اوجا اینا مسئول نیست، اگر مثلا تانک تیل میره هر جایی کسان اونا مسئول نیستن. اما این افراد زمانی که از حوزه یا از خانه خود حرکت میکنن بیان به طرف حوزه، اوجه پارکینگ موجود است که در داخل حوزه هیچ کسی نمیتونه که کارو بکنه، به خاطر اینکه یعنی صدها پلیس در اوج وظیفه میکنه، ایفای وظیفه میکنن و اونا مسئول هستن. مطمئن هستم که این موضوع رو چک میکنن. اما زمانی که اینا میان به یک ملاقات یک جای دیگه هم که میرن، طبعا بادیگاردهایشان هستن، اینا از موتر محافظت میکنن و در مسیر را همچنان. اما دلیل واضح مشخص که در این مورد هست، افراد هستن که با اینا نزدیکی دارن. یک چیز رو باید فراموش نکنم دوستای نازنین، که اکثر هموطنهای ما زمانی که به یک رتبه یا وظیفه دولتی میرسه، خب یک چیز واضح است که مو خشخوری و پارتی بازی موضوعات موجود است. یعنی اگر وزیر است، اگر قماندان امنیه است، اگر عمر حوزه است، هر کسی که هستن، اینا کوشش میکنن افراد را در پولی خود داشته باشن که مورد اعتماد از اونا هستن. مثلا برادر است، مثلا گفته یگان تا بچه خالت، بچه کاکات، بچه ماماست، یازنه است، هر کسی که هست اینا را میان در پولی خود جمع میکنن، یعنی بالای از اونا اعتماد میکنن تا که یک ذره مسئول باشن. اما متاسفانه که این رقم انفجار یا این رقم حوادث که صورت میگیره، یگانه دلیلش افراد نزدیک به خود شخص است. مثل که من پیشتر گفتم، زمانی که اینا از اون نقطه‌ای که حرکت میکنه یا تا به هدف که میخواین برسن، خب موتر از اینا توقف نمیکنه، جاده ها باز است، بادیگارد ها موجود است، اما بازم ماین چسبکی از کجا میشه که میه داخل موتر از اینا گذاشته میشه یا ای که زیر دل موتر از اینا جاسوسی میشه. طبیعی است که در اینجا افراد هستند که به خاطر پول، به خاطر عقده شخصی، به خاطر دشمنی های شخصیشان اینا این کار انجام میده. یا پسر کاکاس، یا ماماس، یا عمس، خاله است، هر کسی که است. امروز متاسفانه که اکثر یا یک تعداد هستند که به خاطر پول هر چیزی که از اونا بخواین همون کار میکنن. مثل که ما با یک جوان سر خوردیم، به روی یک موضوع صحبت شد و او جوان میگه که آه والا به خاطر پول که مرا بگه که بیادرم هم بکش، من بیادر تنیم هم هست، مامور هم میکشم. یعنی مردم اینقدر ضعیف شده متاسفانه، یعنی تو یک بیادر تام به خاطر پول، یک کسی که بر خودت پول بده، تو حتی جان از او رو میگیری. خب طبیعی است دیگه، افرادی که در چهار دو گوشه ای رقم اشخاص قرار دارن، اینا هم مطمئنا انسان های ضعیف هستن که یا به دلیل عقده شخصی یا به خاطر موضوع پولی اینا را هدف قرار میده و ما اینا داخل موترشون جاسوسی میکنن. ما یک تعداد انفجارات را که ما مثلا دیدیم، موترهایی که مثلا مقام ها در اوج بودن، یعنی موتر مقام ها که هدف این رقم حملات قرار گرفت، حمله و انفجار قرار گرفت، یعنی زمانی که او را شما میدیدین، یعنی چیزی نبود که از زیر دل موتر جاسوسی شده باشه، داخل موتر جاسوسی شده بود. یعنی زمانی که اگر در بیرون موتر جاسازی میشه، خب طبعا یک موتر زیرهی که است، یک موتر که ضد گلوله است، شما میبینید که اگر در زیر دل از او باشه، خب نهایتش همو باری خود موتر خراب میکنه، اما به داخل او قدر آسیب نمیرسانه. نهایتا وقتی که شما میرین میبینین امو آیربک ها کفیده و دیگه چیزی رو شما در اوج پیدا کرده نمیدانین. اما یک تعداد موترهایی که زمانی که هدف قرار میگیرن، شما میبینید که از داخل حریق میشن، مثل همین موتر عامر صاحب حوزه پنجم که شما دیدین که موتر از داخل حریق شده. و توصیه ما به تمام شما یه است و خاصتا برای کسایی که در بخش امنیتی است، البته ما معذرت میخواییم که ما برای اونایی نظرم میتونم. خب من خودم اگر نظامی نیستم، یک آدم ملکی هستم، اما این حوادث، این تلخی های زندگی البته ما رو به این تجربه رسانده که ما امروز میخواییم این نظر رو بتم. شما زمانی که از موترتان استفاده میکنین، کوشش بکنین که حداقل امو آینه هایی که موجوده است، حداقل از امو در موترهایتان داشته باشین. البته این نه تنها برای مردم نظامی است، یا افراد غیر نظامی ها میتوسیه رو میکنیم که یک آینه داشته باشین که حداقل شما هر بار که در موترتان بالا میشین، امو زیر دل موترتان چک بکنین، خودتان باید چک بکنین، دقیق شوین
که چیز هست یا نیست، وقتی که مطمئن شین باز موتورتان استفاده بکنین. و چیز دیگه ای که ما برای عزیزایی که در پلیس هستن یا مثلا در اردو هستن، یعنی در بخش دولتی هستن، لطفا استفاده از مال بیت المال به خاطر نفع شخصیتان توقف بدین. این کار درست نیست. از برای خدا زمانی که خودت در جاده می باشی میبینی که یک موتر پلیس به چنان سر و صدا و الارم میایه که میگی والا حتما به طرف کدام وظیفه میره، اما زمانی که از پیش دور میکنه میبینی که خانما داخل از شیشته و سرخی و سفیده زدن، کجا میرین؟ به طرف روسی میره. کجا میرین؟ به طرف شیرینخوری میره. تا به کی کارو میخواین بکنین؟ یعنی شما که مسئول ای هستین که یعنی از دولت یا از مردم کشورتان حفاظت بکنین، یعنی شما کسایی هستین که قانون میخواین که سردگر را پیاده بکنین، خودتان خلافکاری میکنین. خلافکاری شما باعث این جنجالا میشه. شما از موتر رنجر پلیس به خاطر انتقال مواد خوراکیتان استفاده میکنین، به خاطر فامیلتان و عروسی ها یا دعوت های رسمی استفاده میکنین، یعنی در بین قوم خیشتان، که از شما حتی به خاطر گلکاریتان شما از رنجرهای پلیس استفاده میکنین. یعنی شما خیانت میکنین. امروز شما در موتر پلیس میبینین که یک دانه مجرم دستش ولچک زدگی از در بین موتر پلیس است، اما سوار روز شما یک خانمتانه، اولادتانه، دخترتانه، مادرتانه، خانمتانه در اونجا قرار میدین. خب یک نفر چی فکر میکنه که آیا یه فامیلش است یا یه که مجرم است یه گرفته در موتر پلیس انداخته؟ این کار درست نیست. تا به کی؟ حال شما اگر در زمان نجیب، اکثر دوستایی که یعنی سنن 38 سال، 40 سال یا بالاتر از او هستن، اینا میفهمند در زمان نجیب، حتی و زمانی که یک عسکر، زمانی که یک دگروال، نمیفهم هر کسی که بود در زمان رسمیات، حتی یخنش که انتو باز میبود، او یک گارنیزیون بود، وظیفه داشت، سلامی میزد، احترامش میکرد، توقف میدهش، میگفت که برادر یخن تبسته کن. چی برسه به این که او موتر نظامی رو بگیره به خاطر انتقال فامیل خود، به خاطر انتقال سنگ و خشت و چوب استفاده شخصی از او بکنه؟ اما امروز متاسفانه که وزارت داخلی ما از این موضوع آگاه، من نمیفهم که آگاه هست یا نیست، اگر آگاه باشه پس چون این کار نمیکنن. وزارت داخله همچنان، یعنی تمام ارگانهای دولتی رو زمان که شما میبینین از موترهای دولتی به خاطر منفعت شخصی خود استفاده میکنن. یعنی شما فکر میکنین که ما بعض اوقات میبینیم موترها که پلید دولتی است و فامیلای خارماز، میگم البته این پلید شاید تقلبی باشه، در حالی که نه، اونمو موتر وزارت داخل است، موتر وزارت دفاع است، پلیدهایش نصب است، میبینی که در داخلش اولادایشان است، فامیلایشان هستن، میره به چکر، میره به تفریح، میره به سیاحت میره. خود نهایتشان وقتی که اگر یک فرد ملکی از پیش پرسان میکنه که او برادر چطور گفت، پس میگه والا من تیلش خودم مندازم، در حالی که تمام، اگر تیل است، اگر موتر است، هر چی دیگه، تمامش مربوط دولت، اما به خاطر استفاده شخصی خود رو استفاده میکنه. دولت به خاطر ازی داده که اگر داگر والای ما را داده، به خاطر ازی داده که حداقل از وزارت تا به خانه خود بره، از خانه دوباره به وزارت بیه، یا تا یک تعدادشان هم میگن که مثلا بیاین موترهایتان در پارکینگ استاد بکنین، اما باز هم با این توجه نمیکنن. همون درایور زنگ میزنن بیا که من امشب عروسی دارم فلانی جای میرم، با موتر دولتی میره و کشفش رو بیبی و دگر رو بیبی. اونایی که میخوای قانون سر مردم عام پیاده بکنن، خودشان خلاف قانون عمل میکنن. چیز دیگه که خیلی یعنی متاثر کننده است که این ما در مجموع دیدیم و موترهای دولتی هم در این کار سهم داشتن، موترهای شخصی هم از خب موترهای تاکسی وظیفه شد. زمانی که خانم اینا میبینن که در جاده ایستاده هستن، یعنی ببینن که موترها هم قطار میکشن. خوب را در اگه خانم جای رفتنی باشه، خب طبعا بر تو دست میده که مرا بالا بکو، اگر نه که مثلا نباشه، پس چرا این کار رو میکنین؟ موتر دولتی هم ایستاد میکنه که من کجا برسانم، موتر شخصی هم ایستاد میکنه کجا برسانم. خب تاکسی وظیفه شد، او تاکسی بیچاره رای خود گم میکنه، میبینه که قدر خریدار داره، دیگه بیچاره مجبور که دقل که از بغل تیر شود. اما باز هم این موضوع رو باید شما متوجه باشین که یعنی دشمن به هر شکل یا به هر لباس اونا میان داخل میشه و میخواد که یک ارج و مرج رو اندازی بکنه. شما چی خبر دارین؟ خانمی که در اوج ایستاده است یا توقف کرده،
او طالب باشد، داعش باشد، که آمده به شکل به یک خانم روسپی مثلا در او یه و تمام شما آرن میکنین که الا بیادم اون تر و بالاش. خب اکثر اتفاقات هم که مفته فکر بکنین که از به خاطر این موضوع هم است. او خانم بالا میشه، ما این اینه قدر ما این از دیگه کدام کلان نیست که مثلا یک سیر دو سیر یا قدر خجمش باشه که بایم ولایی دیده میشه. خب اینه قدر ما این از موترتان بالا میشه، از دیر چوکیتان مندازه، چارایی دیگه که بالا رفت پیاده میشه و شما میمونین و گفته یکان تاسی میدن و دوزخ دیگه اونا رفتین پشت رایتان. من پیشتر گفتم که یعنی دشمن حتی به شکل خانمای روسپی هم در جاده ها حضور پیدا میکنه و میخواه یک عرج و مرج را بردن. اما امیدوار هستم که شما از گپ من برداشت غلط نکنین، یعنی من خدا نخواسته باشه که ما بگویم که روسپیگری و موضوعات هست. یعنی فکر کنین که 10 میلیون نفر اگه یک نفر مثلا پیدا میشه، یعنی به خاطر تنفروشی، به خاطر این موضوعات که اون به دلیلش فقر و بیچارگی و تنگ دستی است. یعنی یک خانم به خاطر از اینکه یعنی یک لقمنان پیدا بکنه یا پول پیدا بکنه، خب این درد از دور کس نمیفهمه. حالا ما چی میفهمیم که امون خانمی که ایستاد میشه به خاطر این موضوع او چقدر مشکل با فامیل خود داره، چقدر مشکل مثلا به خاطر تهیه غذا بر اولاد خود داره. من اینو میگم که یعنی شما وقتی که یک خانم میبینین که ایستاده است، اما یک لاین دیگه جور نکنین دیگه، کار در موتر ما بالا شوال در موتر، یعنی تمام خانم ها او رقم نیست. یک دختر معسل است اگر ایستاد می باشه شما اون رقم میکنین، یک مثلا یک خانم که مثلا طرف وظیفه خود، خب طبعا اونا وقتی که ضرورت داشته باشه خودشان شما رو دست میده که یعنی مثلا از اینجا تا به اینجا میرم اونا برین، خب کدام مشکل نیست. اما زمان کونا میبینید بیچاره، یا شاید امکان داره کونا به خاطر فامیل خود، یک عضو فامیل خود، کس خود در اوج ایستاد شده منتظر است، اما شما دیگه اذیت کرده میرین کلا بالاش. اما امکان داره که در بین از این گونه افراد مثل بیشتر بر شما گفتم کسایی باشن که به خاطر ناامنی هم کار بکنن، اینو باید متوجه باشی. تشکر از همراهی شما دوستای نازنین، این بود برنامه امروزی که تقدیم شما کردم. تا برنامه بعدی خداوند یار نگهدار.